امیدوارم که تا این لحظه از پرستش ها در حضور خداوند آرامی یافته باشید. این وعده کلام خداست که به آرامی خدا داخل شوید. آمین. باشه که آرامی خدا روی شما باشه و پیغامی که امروز میشنوید پیغامی باشه که زندگی شما رو در هفته متحول کنه. عزیزانی که اولین بار در میان ما هستن، خوش آمدگویی خاص دارم. خیلی خوش آمدید و باشه که برکت خداوند روی زندگی شما باشه. امروز داشتم فکر میکردم که خداوند برای این شام و این ضیافت چه پیغامی داری؟ معمولاً پیغام هایی که در هفته آخر ماه هست یک پیغام های بشارتیه، عزیزانی که هستن میدونن. اما چیزی که خداوند از من خواست اینه که خدا میخواد یه پیغامی بده که برای هر دو، برای اونهایی که با مسیح شروع کردن و برای اونهایی که امروز با مسیح شروع میکنن، برای هر دو در واقع یک برکت باشه. امروز میخوام راجع به ایمان صحبت کنم، راجع به ایمانی که زنده است، راجع به ایمانی که صحبت میکنیم. الان جالبه که مسیر پرستش با ایمان، برادر ما نمیدونست که من راجع به چی صحبت میکنم، خودم هم زیاد نمیدونم راجع به چی میخوام صحبت کنم، ولی خدا میدونه که نیاز تک تک شما عزیزان امروز چیه. میخوام راجع به ایمانی صحبت کنم که کلام خدا میگه که کوه ها را جابجا میکنه، راجع به ایمانی که این پسر که امیده از کما شروع بشه کار خدا و به زنده شدن و بیدار شدنش انجام بشه. راجع به ایمانی صحبت میخوام بکنم که روی آبها میتونه راه بره. راجع به ایمانی صحبت میکنم که ابرها را کنار زده و دست خدا را میبینه. راجع به ایمانی میخوام صحبت کنم که در واقع میتونه تو رو از جایی که هستی بیرون بکشه و به جایی که خدا میخواد قرار بده. وقتی راجع به ایمان صحبت میشه و میگن تو ایمان داری، همه میگن هللویا ما ایمان داریم. حتی با مردم دنیا صحبت کنیم آقا دست شما درد نکنه، ما که بی ایمان نیستیم، خدا نکرده کافر که نشدیم. اما چیزی که کلام خدا راجع به ایمان میخواد صحبت کنه یه چیزی ورای اون چیزی که ما فکر میکنیم. و باشه که خداوند کلامش رو برکت بده و اون چیزی که امروز میخواد با ما در میون بذاره در واقع زندگی ما رو واقعا از این ایمانی که داریم جلو ببره و به ایمانی که خدا میگه برسونه. آمین. در عبرانیان باب 11 آیه 6 یک آیه هست خیلی کوتاه. دوست دارم که بعضی ها شاید حوصله ندارن کتاب مقدس رو بخونن که بخونید، بعضی ها ممکنه کتاب مقدسشون همراهشون نیاوردن که بیارید. یک آیه بسیار ساده ولی بسیار عمیقه و اون اینه که شخص خدا دوست، شخص عادل، شخص مؤمن، همه ما خدا رو دوست داریم. آمین. میگه شخص عادل، شخص خدا دوست، شخص مؤمن با ایمان زندگی میکنه. وقتی میگه با ایمان زندگی میکنه یعنی تمام 24 ساعت زندگیش روی ایمانه. درس که میخونه ایمان روی زندگیش هست، کار که میکنه ایمان روی زندگیش هست، هر جا که میره ایمان روی زندگیش هست، تلفن زنگ میزنه ایمان روی زندگیش هست. اولین بار زنگ میزنه باز ایمان رو زندگی کنه. حالا تلفن بعدی زنگ نزده ایمانمونو اکتیو کنیم. نه تلفن اون رو خاموش کنیم، ایمانمون رو روشن کنیم. میگه شخص عادل با ایمان زندگی میکنه و از اون ور میگه که بدون ایمان نمیشه خدا رو راضی کرد. چند نفر دوست دارید خدا رو راضی کنید؟ چند نفر تا الان تصمیم گرفتی یه کاری بکنم برای رضای خدا؟ تو ایران میگن دیگه یه کاری بکنم محض رضای خدا. میگه تو اگر ایمان نداشته باشی کارهای تو خدا رو راضی نمی کنه. زمانی کارهای تو راضی میکنه که از ایمان بیرون بیاد. و این ایمان، امروز میخوام یه مقدار راجع به این ایمان صحبت کنم که کلام خدا میگه که برای شخص ایماندار هر چیز ممکن است. آمین.
میتونیم با هم بگیم برای شخص ایماندار هر چیز ممکن است. آمین. توی زندگی تا حالا به یه جایی رسیدی که نه این دیگه غیر ممکنه، نه اصلا نمیشه، نه غیر ممکنه، نه دیگه اینقدر؟ میگه برای ایمان همه چیز ممکنه. همه چیز، همه چیز. این ایمانی که از خدا میاد میگه همه چیز براش ممکنه. ایمان مثل یک کلیدیه که انگار هر در بسته رو میخواد باز کنه. و تمام انجیل صحبت از اینه. ایمان تو او رو زنده کرد. ایمان تو رو شفا داد. ایمان تو رو عبور داد. ایمان تو رو بنا کرد. ایمان تو رو برکت داد. ایمان تو، ایمان تو، ایمان تو. تمام پیغام انجیل صحبت از یک ایمانه. اما این ایمان چیه؟ این کلید جادویی که ظاهراً راجبش صحبت میکنه چیه؟ میخوام چند جا از کلام خدا رو با هم بخونیم و روی این ایمان یه تمرکزی بکنیم. ایمانی که کتاب مقدس راجبش صحبت میکنه ایمانی نیست که بگه انشاءالله. ما تا حالا میگیم امتحان داری؟ انشاءالله قبول میشه. تازه اومدی اینجا؟ بله. چند وقته؟ تازه اومدی؟ چند وقته؟ انشاءالله قبول میشه. انشاءالله یعنی چی؟ 50-50. انشاءالله یعنی که حالا خدا خواست قبول میشه، نشدم حالا قصه نخوری، چند سال دیگه قبول میشه. ایمان میگه 100%. ایمان راجع به شیر خط صحبت نمیکنه. بگو شیر یا خط؟ این ایمان نیست. معلومه هر چیزی 50-50. این بنده خدا تو کما یا میاد بیرون یا نمیاد بیرون. این که دیگه دعا نمیخواد. ما مسیحی‌ها انشاءالله نمیگیم. ایمان یعنی این که به راستی این چنین شود. و میخوام این کلمه انشاءالله رو برای همیشه از زندگیمون بکنیم بیرون و روی ایمان زندگی کنیم. توی انگلیسی یک اصطلاحی هست که فارسی در واقع کلام خدا میگه ایمان یه دسته که دراز میشه تا بگیره، یا سلامتی، یا شفا، یا کارت، یا اقامتت. ایمان اینه. یا اون همسر آیندت، ایمان اینه. میگه دستی که دراز میشه، تو تا مطمئن نباشی کسی به تو چیزی میده دست دراز میکنی؟ تو اعتماد نداشته باشی کسی دست تو پر میکنه دراز میکنی؟ یه اعتماد میخواد، یه ایمان میخواد. کلام خدا میگه ایمان اون دستیه که میدونه دراز بکنه پر برمیگرده. چند نفر از من و شما این باور رو داریم دستمون پر برمیگرده؟ وقتی دعا میکنی اینطوری باید دعا کنی که دست من پر برمیگرده. وقتی میگه برای امید دعا کن، برای اون دعا کن، قبل اینکه شروع کنی ای خدا امید رو بلند کن، یه لحظه تفکر کن، ایمانتو اکتیف کن، ایمانتو متمرکز کن و روی ایمانت اون چیزی که میگی و دعا میکنی و فرمانی میدی اعلام کن. همینطوری شروع نکنیم، چون ایمان قدرت داره. الان یه مقدار این موضوع رو باز میکنم. تو انگلیسی یک اصطلاحی هست میگه believing is receiving. ایمان گرفتنه. برای شخص ایماندار همه چیز ممکنه. و امروز خدا میخواد ابعاد مختلفی از ایمان رو برای ما باز بکنه، چون که کلام خدا میگه مطابق ایمانت به تو داده میشه. تا الان شده یه چیزی بیشتر میخواستی یا گیرت نیومده یا کمترش گیرت اومده؟ مثلا چه میدونم یه نیاز داشتی، مثلا چه میدونم 1000 یورو رفتی جایی رو زدی یا دعا کردی خدایا به من کمک کن، یه نفر 500 یورو گفته اوکی من تا حد 500 یورو میتونم کمکت کنم. تا حالا شده؟ یه چیزی میخواستی که بیشتر از اون چیزی بوده که گیرت اومده. کلام خدا یک چیزی رو میگه، میگه به همون اندازه که ایمان داشته باشی به همون اندازه به تو داده میشه. اگه 500 تا گیرت اومده، بدون که ایمانت به اندازه 500 تا بوده نه 1000 تا.
تو اگه ایمان تو روی هزار تا می ایستاد، خدا وعده داده که نیازهای تو رو برآورده میکنه. ولی یه جا اجازه میده که روی ایمانت بیستی، مطابق آنچه که میپذیری، اگر اینقدر بپذیری اینقدر به تو داده میشه، اینقدر بپذیری اینقدر به تو داده میشه، مطابق ایمانت به تو داده خواهد شد. آمین. مطابق ایمانت، مطابق باورت، مطابق پذیرشت. چقدر پذیرش داری؟ چقدر مطمئنی؟ مطابق همون چقدرت به تو داده خواهد شد. فرق مسیحی با مسیحی توی زندگی زمینیشون این که در آسمان وقتی ما ایمان میاریم به مسیح، همه مال آسمان میشیم، آمین. این که ما نجات میابیم در عیسی مسیح، آمین. اما فرق مسیحی با مسیحی روی زمین روی میزان باورشه. هرچه باورت قوی تر، زندگیت متفاوت تر. و امروز خدا ما رو دعوت کرده به یک زندگی متفاوت و میخوام امتحان کنی و با ایمان بپذیری و بگیری و هفته های آینده بیای بگی که روی ایمانم ایستادم و مطابق باورم گرفتم. آمین. ایمان باوره. زندگی ما پر از ترسه. ترس ضد ایمانه. چی از تو زندگی الان میترسی ازش؟ ترس از دست دادن داری؟ ترس از به دست نیاوردنش داری؟ به همون اندازه که ترس داری ایمان نداری. به همون اندازه که ترس داری ایمان نداری. و اگر به همون اندازه ایمان داشته باشی ترست میفته. آمین. ایمان زده ترسه. هر جا ترس میاد بالا ایمان افتاده، هر جا ایمان بره بالا ترس میفته. ترس یک چیزی که دنیا رو در بر گرفته. ترس از تنهایی، ترس از بچه دار شدن، ترس از بچه دار نشدن، ترس از سرگردانی، ترس از اقامت، ترس از نتونستن تحصیل، ترس از کار، ترس از بیخانمانی، ترس از جدایی، ترس از دست دادن. دنیای انسان پر از ترسه. ماجرای کت خدا و با و ملک بغداد رو نمیدونم شنیدید یا نه. به سن شما نمیخور، برای شما یادته؟ نه، پس به سن من میخور. اصلا به سن میخوره؟ آها، اوکی. بعد ماشیق بشی ماشی آه میخور، اوکی. ما چند نفر هستیم، به هر حال همه سن و سالیم، به هر حال چیزای زیاد یادمون هست. به تو هم میخوره، تعدادمون داره زیاد میشه، خدا روشون. حالا جالبه هیچ خانم به جمع ما نمیپیونده، فقط آقایون میپیوندن. ماجرای کت خدا بابا و ملک بغداد اینه. میگن یه بار کت خدا بابا میره وارد بغداد میشه، میگه ملک بغداد جلوشو میگیره و میگه که اینجا چیکار میکنی؟ میگه اومدم اینجا هزار نفر رو بکشم. میگه نه جون من نکن. میگه نه دیگه، این تصمیم گرفته شده دیگه، بعد هزار نفر اینجا بکشه. میگه باشه، قول میدی هزار نفر؟ میگه فقط هزار نفر. میگه باشه. میگه بیا داخل. میره وارد بغداد میشه. وقتی برمیگرده ملک بغداد جلوشو میگیره، میگه تو به من قول دادی هزار تا، 10000 نفر مرد. میگه باور کن، من قول دادم، سر قولم ایستادم. میگه پس 10000 نفر چیه؟ میگه اونا ترس از وبا کشتشون، من نکشتمشون. و توی زندگی های ما ترس های زیادی وجود داره، اما کلام خدا میگه با ایمان بر ترس ها پیروز خواهی شد. ایوب میگه از هر چی میترسیدم بر سرم اومد. این ضرب مثل ایرانی که داریم از کتاب مقدسه. خیلی ضرب جالبه. زمانی که شروع کردم کتاب مقدس رو خوندن و تحقیق کردم،
چقدر ضرب المثل ما تو ایران داریم که همش از اینجا اومده. خیلی جالب. میگه از هرچی میترسم بر سرم اومد. این همون چیزی که در کتاب ایوب راجع بهش صحبت میکنه. از هرچی میترسیدم بر سرم اومد. یه بار یه پیرزنی که بیوه بود و 5 تا بچه داره توی خونه کلفتی میکنه، یه خونه پولداری با اینکه خیلی وضعشون خوبه، شغل خیلی خوب، اما دائم زن و شوهر با هم دعوا دارن، دائم جنجال دارن، بچه هاشون هر روز یه داستان و یک مکافات دارن. یه روز این طفلک داره رختای این خونه رو میشوره، آقا از راه میرسه، یه دفعه پاش میگیره رو این تشتی که هست، میزنه دق میریزه. بعد نگاهی میکنه، خانمه نگاهش میکنه، میگه چیه نگاه میکنی؟ میره داخل خونه و بر میگرده، میگه آخرین بارت باشه من نگاه میکنی یا؟ میگه من کاری نکردم، باشم رخم میشستم. میگه اصلا ببینم، تو فکر نکردی که اگر من یه روز تو رو از اینجا بیرون بکنم چت میشه؟ تو فکر نکردی با 5 تا بچه کی به تو خونه میده؟ تو فکر نمی‌کنی یه روز بچه‌هات مریض بشن پول از کجا در میاری؟ تو فکر نمی‌کنی که اگر یه روز خودت برای سر خودت در بین بچه‌ها چه اتفاقی براش میفته؟ تو فکر نمی‌کنی اینو اون میشه؟ میگه نه فکر نمی‌کنم. چون که اگه فکر کنم مثل تو آرام میشم. تو که مطمئنم خدایی که منو اینجا گذاشته منو به عنوان برکت به تو داده و از توی برکتی به من میده. اگر تو منو اینجا بیرون بکنی، برکت از خانت بیرون کردی، چون که خدا حتما یکی دیگر رو به من خواهد داد که اون من رو برکت بده. و با این ایمان زندگی میکنم. ما با چه ایمانی زندگی میکنیم؟ با چه ایمانی روزمون رو شروع میکنیم؟ با چه ایمانی میریم سر کار، سر کلاس، هر جایی که هستیم؟ وقتی صحبت از ایمان میشه، این ایمان باور داره که منتظران خدا خجل یعنی ایمان. اگه تو منتظر میشی تا خدا برای تو یه کاری انجام بده، تو دقیقاً داری کار ایمان رو انجام میدی. منتظر میشم، منتظران خدا خجالت زده نمیشن. میگن یه بار توی دهکده بارون نمیومد، قحطی اومده و خوشسالی اومده بود، کشیش دهکده میگه که بریم دعا کنیم، ما ایمان نداریم، بریم دعا کنیم که خدا بارون بیاره برای این شهر. اعضای کلیسا میگن آمین هاللویا، برید دعا کنیم، براشون میداره میره. فکر کنه یه روز من و شما با هم رفتیم دعا کنیم برای اس اینجا بارون زیاد میاد، بعد دعا کنیم نه بیاد اشکال نداره، چون آلمان بارون نیاد خب از خیلی خرابه، بیماری بیداد میکنه. خلاصه از پایین ده راه میفتن، از تو جنگلا میرن بالای کوه میستن. کشیش میسته که همه جمع که شدن، میگه خب همه جمعن، میگه همه جمعیم، میگه آماده دعا کنیم، میگه آماده ایم، میگه باور داری اگه الان دعا بکنیم بارون میاد، میگه باور داریم، میگه میدونیم اگه بگیم آسمان باز میشه الان، میگه باور داریم آمین باز میشه، میگه خب دروغ میگید دیگه، اگه باور داشتین که کتون چت می آورد، ما چطوری از اینجا بریم خیس نشیم؟ اگه ایمان داشتی چت با خودت می آوردی، میدونم خیس میشم برگردم. خیلی مواقع ایمان های فقط در سطح گفتن، اما روش زندگی نمی کنم. و جالب خدا اینو به ما داده و از کفمون میره و مال من و توست، مال افراد به خصوص نیست. گفتم فرقه فقط مسیحی با مسیحی فقط روی باورشه. خوشا به حال آنانی که باور دارن. مسیح میگه که خوش باها، میگه همچون کبوتر سبکبال و همچون مار هوشیار باشید. میگه به خدا که میرسی سبکبال باش،
باور کن، مثل بچه ها سبکبال باور کن، هر چی میگه پدر مادر بهش میگه میگه باور میکن. اما نسبت به دنیا فریبهاش هوشیار باش. نمیگم سوء زن داشته باش، نمیگه هر کسی حرف زد بگو آه این حتما یه چیزی یه کاسه نیم کاسه هست، ولی هوشیار باش، حواست جمع باش. به قول شیرازی میگه کاکو هوشت به حواست باشه. اول که رفته بودی میگفتم یعنی چی هوش و حواس که یکیه، نمیفهمیدم. هوشت به حواست باشه، کسی میتونه بفهمه یعنی چی؟ یعنی حواست که جمع میکنی خب یه چم اضافه تر حواست به این یکی باشه، خیلی هوشیار باشه. اما جالبه ما برعکسیم، نسبت به خدا مثل ماریم، هوشیار مشکوک، مشکوکم مشکوک چی میگو؟ واقعا خدا گفته؟ حالا نکنه نگفته؟ حالا بعد اینطوری بشه؟ نکنه حالا بریم اونجا بعد ببینیم خبری نیست؟ این ایمان نیست، این انده بی ایمانیه. ایمان باوره آنچه که خدا گفته و وعده داده. و آخرین نکته رو بگم تمام کنم، ایمان رابطه خیلی مستقیمی با زبان ما داره. کلام خدا میگه به دل ایمان بیار، به زبان. وقتی تو به دل ایمان میاری به زبان میگی، اتفاقی که میفته ایمان تو اکتیو میشه. ایمانی که اکتیو میشه قدرت انجام یک کاری رو داره. وقتی ما واقعا راجع به ایمان که میگیم که ایمان تو بگو، ایمان تو اعتراف کن، راجع به ایمانت بگو. فقط نه اینکه من به مسیح ایمان دارم، آمین، این که باید داشته باشیم. من باور دارم که خدا مرا از اینجا عبور خواهد داد. من باور دارم. یه چی به شما بگم؟ شاید زیاد نباشن کسایی که اقامت ندارن، ولی میخوام یه پیغامی به شما بدم. اگر خدا شما را از مصر که ایران بیرون آورده، حتما در این سرزمین که سرزمین موعوده برای شما اقامتی مهیا کرده. و باور کن که در وقت و زمانش خدا او را به تو خواهد داد. و این زمان زمانی که تو فقط خدا رو بشناسی. نگران اقامتت نباش. شاید یه نفر، دو نفر، پنج نفر اینجا باشن، ولی مطمئن باش خدا تو رو برای یه هدف بزرگتر آورده. 100% تو رو اینجا نگران میداره. بعضی مواقع ما فهم میکنیم اگر راجع به ایمان اون حرف زدیم ریا کردیم. برادر من نمیخوام ریا کنم آخه. شنیدی؟ ما نمیخوایم ریا کنیم. میگیم خب راجع به ایمان نه، ما نمیخوایم ریا کنیم. ریا یعنی چی؟ زمانی که تو دلت با زبانت یکی، دلت میخواد زبانت میگه نه. دیدی مثلا یه چی درست کردم بفهم بخور، نه مرسی من نمیخورم، بهم یه ریا. یا برعکسش زبان میگه بعد چقدر خوشمزه بود، مثلا تو دلت یه چیز دیگه است، بهم یه ریا. اما اگر دلت میخواد زبانت هم میگه میخوام، این که دیگه ریا نیست. آمین. و دقیقا شیطان میدونه، چون که در زبان قدرت هست. و اگر روی ایمان تو حرف بزنی که این مال منه، من شفا رو خواهم گرفت، این در برای من باز خواهد شد، اینجا خدا برای من اقامت خواهد داد، این در تحصیل برای من باز خواهد شد، و من باور داشته باشم، خدا مطابق باورت به تو میده. خدا روی زمین میگرده که برکاتش بده. اما مشکلش میدونی چیه؟ مشکلش اینه که
ایمان به اندازه کافی رو زمین نمیبینه. به خاطر همین تا یه نفر رو پیدا میکنه شک بهش میده. خیلی از ما ایمان به دل داریم، ولی وقتی راجبش میخوایم حرف بزنیم، میدونید یه مرضی که وقتی ما به حضور خدا میایم یه مرضی وجود داره که تقریبا اکثر آدما با این مرض روبرو میشن. میدونید چه مرضیه وقتی با خدا روبرو میشیم؟ مرض لالمونی. یه جایی که باید حرف نزنیم، ای حرف میزنیم، حرف میزنیم اما ولی برای حضور خدا، وعده های خدا رو که میخوایم بگیریم، میخوایم راجبش اعتراف کنیم، باز کنیم. من نگفتم ها، من دستمو میشورم از این گناه. وقتی تو ایمان داری به خدا، خیالت آسوده است. تا حالا شده یه چیزی از یه نفر بخوای، اولش نگرانی، بعد یارو بهت میگه که باشه حله. البته امروز زیاد میگن حله، ولی به هر حال مطمئنی بهت میگه حله دیگه. آخه میشینی برای خودت، خیالت آسوده، منتظر میشی تا به دستت برسم. میگه ایمان وقتی باور میکنه یه آسودگی داره. آسودگیش سر چیه؟ سر اینه که من الان اینجا دیگه آسوده رسوا شدم. چی تو قایم نکنی زیر این چیزا، یه فهم من میکشم میشینم. آخه تکیه میدی. چرا تکیه میدی؟ چون که تکیه گاه داری. میگه ایمان تو روی تکیه گاهیه که تکیه گاهش خداست، که با خیال آسوده تکیه میدی. و کلام خدا یک چیزی رو میخواد بگه، میگه ملعونه. با هم بگیم هر که بر انسان توکل کند. رو هر انسان اینطور تکیه بدی، چارشلنگ تو هوان. و جالبه، تا حالا شده علارغم تمام دعاهایی که میکنی جواب نمیاد؟ علارغم تمام مشورتهای خوبی که از آدمها میگیری، علارغم تمام سعی و تلاشهایی که میکنی، چرا؟ چون به اینها تکیه میکنی. و خدا هم اجازه میده، میگه برو همه رو دور بزن. وقتی از همه بریدی، بیا اینجا به من بچسب، من تو رو بلند میکنم. کار خدا اینه. خدا افراد به عنوان برکت، بچه، همسر، شوهر، دوست، خواهر، برادر، شبان، کلیسا رو داده به عنوان یه برکت کنار ما باشن. اما اینا نباید تکیه گاه ما باشن. اگه تکیه گاه من و شما باشن، حتما میخوریم زمین. میگن یه بار یه واعظی تعریف میکنم، میگه سوار هواپیما بودم، یه دقیقه دیگه، سوار هواپیما بودم، یه آدم مستی هم نشسته بود، هی مهماندار رد میشد، هی عزتش میکن. یه خانمی هم برش نشسته بود، هی اون عزت. هواپیما ریخته بود به هم دیگه. اون رئیس خدمه میاد میگه آها که مارون باش، هواپیما چند ساعت پرواز، خواهش میکنم رعایت بکنید، پرواز بشینه و همه سلامت برن. دوباره شروع میکنه. بار دوم میگه بابا اگر ما خجالت نمیکشی، فلانی آخر هواپیما نشسته. میگه فلانی رو میگی؟ واعظه رو میگی؟ میگه آره. میگه من خیلی مخلصم، من ایشونو خیلی دوست دارم.
کجاست؟ آقا ما خیلی مخلصیم، من از موعظات خیلی برکت میگیرم، خیلی موعظه‌های قوی داری. میگه میبینم دیگه زندگی چقدر عوض شده. و برکت میگیره زندگیت اینه. یه جاهایی وقتی آدم‌ها میشن مرکز توکل ما، زندگی ما بهتر از این نمیشه. و کلام خدا میگه که خدا میخواد تنها صخره و تکیه‌گاه زندگی ما باشه. و این ایمانه. و امروز مسیح به عنوان صخره و نجات دهنده زندگی ما، ما را دعوت کرده. در انجیل میگه یک بار شاگردان سوار قایق بودن و مسیح باهاشون نبود و یه آن طوفان عظیمی شد و تو این طوفان نگران بودن که حالا همه چی غرق میشه. اون از دور دیدن یه نفر رو آب داره میاد. پتروس که خیلی هیجان زده بود که خداوندا تویی؟ میگه بله. میگه اگر تویی بگو من بیام. مسیح هم بهش نمیگه که نه. میگه اگه ایمان داری بیا بیرون. پتروس هم نمیدونم. احتمال همشهری ما بوده. اکثر جالبه، اکثر افراد کتاب مقدس همشهری من هم. داوود، پتروس. نه دیگه، بالا مردم میبینن بعد. البته خوبه مردان ایمانن اینا. نه زیر میزنه نه رو بلند میشه رو آب راه رفتن. نه نه خوب، بابات خوب، چند بار رو آب پیاده روی کرده بودی؟ مسیح فقط یه جمله بهش میگه، میگه ایمان داری؟ بیا بیرون از قایق، پاتا بذار بیرون. ایمان یک جمله است، از قایق بیاد بیرون. خیلی ایمان میخواد نه؟ مثل این ایمان میگه کوها رو جا به جا میکنه. این ایمان از جنس ایمان خداست. خدا ایمان داره؟ فکر میکنی خدا ایمان داره؟ آره خدا ایمان داره. به کی ایمان داره؟ به خودش. میدونه هرچی میگی میشه. این ایمان از جنس خداست و خدا ما رو به این ایمان دعوت کرده و مسیح میگه بلند شو بیا جلو. میخوام با هم لحظه دعا کنیم. باشه که خدا ایمانهای مفلوج ما را شفا بده. ایمانهای لنگان ما را. ایمان مال ایمان داره. ولی باشه که کیفیت این ایمان از جنس ایمان خدا بشه. باشه این ایمان اون چیزی باشه که کلام خدا میگه در دل باور کن و به زبان بگو و برای تو انجام خواهد شد. ای خداوند تو رو شکر میکنم به نام عیسی مسیح برای امروز خداوندا، برای امروز که اجازه دادی بیایم در حضور تو استراحت بیابیم و نه فقط استراحت بیابیم خداوند، یک ایمان تازه، یک ایمان از جنس آسمان، یک ایمانی که خداوندا به ما این شهامت بیرون اومدن از قایق رو بده، ایمانی که منتظر میشه و مطمئن خجالت زده نخواهد شد، ایمانی که دستش رو دراز میکنه و مطمئنه که این دست پر بیرون خواهد آمد، ایمانی که میگه و میشه. ای خداوند بچه های تو، دختر و پسر های تو امروز اینجا هن. همه با یک ایمانی اینجا اومدن اما میخوام با یک ایمانی برن بیرون که خداوندا تمام هفتهشون جلال تو، دست تو، محبت تو، قدرت تو، معجزات تو، شفاهای تو، درهای بسته باز بشه از جانب تو ببینن. خداوندا ایمان ما رو مدد کن، ایمان ما رو شفا بده. اگه ایمان افتاده داریم بلند کن به نام عیسی مسیح. اگه ایمان ضعیف داریم قویش کن. اگه ایمان ایستاده داریم به حرکت بیار خداوندا. اگه ایمانی یه دل دو دل میکنیم خداوندا یه ایمان ما رو یک دل کن. و مهمتر از همه خداوندا ما رو به خاطر بی ایمانی هامون ببخش.
به خاطر ناباوری هامون ببخش، برای سوء زن هامون به تو ببخش، برای کم لطفی هامون نسبت به تو ببخش. و خداوند رو میخواییم این ایمان ما در راه رفتن با تو قوی بشه. همونطور که خداوند رو پیغام پرستش این بود، به حضور خدا داخل شوید. خدا باشه که همونطور که داوود میگه چشمان من از کلام تو چیزهای عجیب ببینه. به نام عیسی مسیح، روح خدا که روح قوت و ایمانه، بریزه بر جماعت خداوند. به نام عیسی مسیح هر شک و تردید فرو بریزه. به نام عیسی مسیح، به قدرت نام عیسی مسیح، آنچه که در حسرتش هستی روی ایمان بگیری. به نام عیسی مسیح، آنچه که برایش دعا میکردی و طول کشیده، با ایمان زمانها رو کوتاه کنی. به نام عیسی مسیح آسمان بسته برای تو باز بشه. به نام عیسی مسیح آسمان ساکت صدایی از آن بیاد. خداوند به نام عیسی مسیح ایمان کلیسا رو خداوند بلند کن، ایمان تک تک عزیزان تو بلند کن، و هفته‌ای که در پیش رو داریم هفته‌ای باشه پر از ایمان و کارهای عظیم تو. مطابق باورم اعلام کنم و بگیرم. هللویا. خداوند رو میخوام به نام مسیح، عزیزانی که امروز میخوان زندگیشون رو به تو بسپارن، از قایق‌هاشون بیرون بیاریشون، اولین قدم ایمانیشون رو با تو شروع کنن. خداوند مسیح میگه بیایید نزد من، بلند شو و از قایقت بیا بیرون. نترس از این که مردم راجبه تو چی میگن، نترس از مذهب، نترس از این که سنگ میشی، چوب میشی، نترس از این که کی راجب تو چی فکر میکنه. نترس، ایمان جلوی ترس میایسته. مسیحی شدن یعنی این که من تصمیم دارم ذره ذره، قطره قطره، اندک اندک، قدم قدم شبیه عیسی بشم. کیست که تو را از این کار منع کند؟ هللویا، هللویا. خدا را شکر که از این کشتی ها و قایق های ترس و نگرانی بیرون اومدید. بیاید جلو عزیزان، کسایی که میخوان زندگیشون به مسیح بسپارن بیاید اینجا بایستید. همینطور که کلام خدا میگه برای توبه یک گناهکار در آسمان جشن شادی برپا خواهد شد، خدا با فرشتگانش، چرا که پادشاهی خدا در پیش روی توست. کلام خدا میگه هر که به مسیح ایمان بیاره گناهایو بخشیده میشه و از اون لحظه فرزند خدا میشه و نام تو در سند آسمان، در دفتر خدا، در شناسنامه خدا ثبت میشه و تو رو به عنوان فرزندش میپذیره. تو رو از ظلمت به نور میاره، از بیابان به ملکوت و پادشاهی خودش میاره.
اگر پدر تو پادشاست، آمین که هست، تو نیز شاهزاده در خدا خواهی بود و تاج جلال و اکرام بر سر تو خواهد گذاشت. پس میخوام آنچه که در دل ایمان داشتی رو با هم به صدای بلند به زبان اعتراف کنیم. خداوندا، به نام عیسی مسیح، در خانه تو با ایمان به جلو آمدم و اعلام میکنم شخصی گناهکارم، بر من گناهکار رحم کن. باور دارم که تو خدای محبت جسم گردیدی، در میان ما ساکن شدی، برای گناهان من روی صلیب مردی و بر مرگ پیروز شدی و بعد از 3 روز زنده شدی و امروز باور دارم که گناهان من به خون تو شسته خواهد شد. ای خداوند، بر من گناهکار رحم کن. منو به فرزندی خود بپذیر. قلب خودم را به روی تو عیسی باز میکنم و تو را به عنوان نجات دهنده و خدایی که جسم گردید به قلب و زندگی میپذیرم. ای روح قدوس خدا، بیا و زندگی من را تبدیل کن و از من شخصی بساز که لایق تو باشد. باش و گذاری. به نام عیسی مسیح، من را به فرزندیت قبول کن و از امروز خداوندا تو را پدر خطاب خواهم کرد. مرسی خداوند که من را فرزند کردی و پدرم شدی. به نام عیسی مسیح باش و گذاری. آمین، آمین، هللویا. کلام خدا میگه اکنون پرونده شما و گذشته شما و تاریکی شما و گناهان شما به نام عیسی مسیح پاک شد و دفتر سفید تبدیل شد. آلبوم بد پشت سر تو به نام مسیح از بین رفت و خدا یک آلبوم زیبا در زندگی تو شکل خواهد داد. کلام خدا تو رو یک شخص پاک شده میبینه و تو رو فرزند خودش میبینه و الان خدا نمیخواد فقط در آسمان ساکن باشه، میخواد در تو ساکن بشه. در تو، نه فقط بالا، در تو. به همین دلیل توسط روح قدوس خدا در تو ساکن میشه و میخوام دعا کنم براتون به نام عیسی مسیح که روح قدوس خدا را بیابید، که روح تبدیل، روح زندگی تازه با عیسی مسیح. به نام عیسی مسیح، ای پسر خداوند، مبارک خدا باش و روح قدوس خدا را بیاب. به نام عیسی مسیح پر شو از قدرت روح خدا. به نام عیسی مسیح خداوند، پسر تو برکت میدم، او را از قدرت روحت پر کن. باشی که خداوند هر جا میره انجیل سلامتی تو را با همه در میون بگذاره. خداوند او را برکت بده تا از جلال به جلال ایمان او جلو بره. خداوند ایمانی به او بده که کوها جا به جا بشه. به نام عیسی مسیح خداوند، تو رو شکر میکنم برای این پسرت، برکت میدم او رو، روح قدوست که روح آرامی بر او بریز. به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح، برکت نخستادگی مال تو پر بشه قدرت روح خدا. به نام عیسی مسیح خداوند، این دختر تو برکت میدم، باشه به عنوان مادر نمونه برای فرزندانش، باشه همچون دختری نمونه برای تو باشه. خداوندا شادی عظیم به او برگردون، شادی که خداوندا حتی فکرش هم نمیتونه بکنه. به نام عیسی مسیح خداوندا، این قوم زحمت بسیار کشیدن، اما به نام عیسی مسیح در تو شادی بسیار بیابند. بگذار خداوندا ایران و ایرانی، افغان خداوندا، تاجیک خداوندا، پشتو به نام عیسی مسیح جلال تو رو در زندگیشون ببینن. به نام عیسی مسیح خداوندا، شادی تو بر این مادر جاری بشه. همینطور خداوند دختر این خانواده رو برکت میدم، باشی خداوند مطابق ایمانش زندگی او رو برکت بدی. تو رو شکر میکنم خداوند برای وجودش در این سن با تو آشنا شده. به نام عیسی مسیح، روح خدا که روح آرامی قوته،
بر تو باشد و بماند. خداوند دختر تو برکت میدم به نام عیسی مسیح. روح قدوس خدا بریز بر این دخترت، به آرامی خدا داخل شد، ترس ها فرو ریزد، ایمان تو اکتیو بشه، خدا دعاهای تو رو شنیده و تو رو بلند خواهد کرد. منتظر باش، یکی پس از دیگری بر تو خواهد داد به نام عیسی مسیح. خداوند به سر تو برکت میدم این مرد و خداوند، هللویا خداوند که دل بزرگ برای تو داره، میدونم از او استفاده خواهی کرد، میدونم جلالتو در او نشون خواهی داد، میدونم او رو از ایران بیرون آوردی خداوند و کار عظیمی با او و خانواده او داری به نام عیسی مسیح. روح قدوس تو بریز و او و اهل خانواده او مبارک تو باشن، باشه که هر روزه تجربه تازه با تو داشته باشه مسیح جان، باشه که خداوند شهادت های عظیم از کار زیبای تو اعلام کنه به نام عیسی مسیح. خداوند دختر تو برکت میدم، خداوند تو قلب او را میدونی، به نام مسیح آرامی خدا، شادی خدا، قوت خدا، خدا میگه چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه شده. به تازگی فکر، به تازگی احساس و به تازگی زندگی تازه با خداوند خوش آمدید. مبارک خدا باش و در قوت خدا بیست، خدا از تو استفاده خواهد کرد. آسمان برای تو بازه، از این پس خدا را پدر خود خدا به نام عیسی مسیح. آمین آمین. همینطور خداوند و دخترتو برکت میدم، هللویا، پر بشه قدرت روح خدا، پر بشه آرامی خدا. ای دل خسته بر خدا امید داشته باش، خدای تو آمد، مسیح تو آمد، تسلی تو آمد، شفای تو آمد، امید تو آمد، پادشاه تو آمد. پس به نام عیسی مسیح در قوت و شادی خدا، هللویا، به نام عیسی مسیح به زندگی تازه با روح خدا خوش آمد به نام عیسی مسیح. این روزها تمام خواهد شد به نام عیسی مسیح، روزها تمام خواهد شد و روزهایی که هرگز چشمان تو ندیده و تصور شده میکنی با خداوند شروع خواهی کرد به نام عیسی مسیح. آمین آمین، هللویا، آمین. کلام خدا میگه شما دختران و پسران خدا شدید، هللویا. چه پیغامی، دختر خدا، پسر خدا، من کی بودم؟ هللویا. آره، این کار عظیم عیسیست. میتونی بگی مرسی ای پدر آسمانی؟ بگو یک بار برم میدونم، اولین بار میخوای بگی سخته. مرسی پدر آسمانی، مرسی بابای من که در آسمانی، نام تو مقدس باد، اراده تو در زندگی من کرده شود. آمین، هللویا هللویا. شما اولین کسی هستی که اجازه دارید از سفره خداوند شرکت بکنید. این نان و پیاله بهای گناه های من و تو بود که در مسیح تمام شد و از امروز آشتی با خداوند دارید، آشتی با خداوند، یه دوستی تازه با خداوند دارید.